السلام علیکم دوستای عزیز، بازم خوش آمدین. امیدوارستم جور صحت سر حال باشین. اجزا امروز میخواییم برتان چلو کباب وطنی آماده کنم. امیدوارستم تا آخری ویدیو با ما همراه باشین و در ابتدا اگر چینل ما رو تا سبسکرایب نکدین لطفا چینل سبسکرایب کنین و ما رو حمایت کنین. بخاطر آماده کردنش دوستا دو دانه پیاز، چند دانه مرچ تازه و یک دستم گشنیز تازه را داخل میکسر مندازیم همراه با چند دندان سیر و مقدارم از گوشت چرخ شده را بالایش اضافه میکنیم. همه مواد خوب میکس میکنیم. دو سه دقیقه مواد خوب میکس میکنیم. ببینین دوستای عزیز، تمام مواد داخل بلندر مواد خوب بلند شده، با هم خوب مخلوط شده. حالا دوباره مواد از میکسر یا بلندر میکشیم. با گوشت باقی مانده اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. تقریبا 1 کیلو گوشت کوفته یا چرخ کرده داشتیم دوستای عزیز، 3 قاشق آرد سوجی، 1 قاشق پودر گشنیز، پودر پاپریکا، مرچ سبز خانگی، 1/2 قاشق مرچ سیاه، به قدر ضرورت نمک و 1 دانه تخم بالایش اضافه میکنیم و حالا به مدت 5 دقیقه خوب تمام مواد ورز میتیم تا همه مواد یک دست شوه و تا چسبندگی که ما میخواییم مواد داشته باشه مو چسبندگی خاص و مخصوص خود به دست بیاره. سر مواد دوستا میپوشانیم، به مدت 2 الی 3 ساعت داخل یخچال میمانیم. ببینیم بعد از 3 ساعت تقریبا من مواد از یخچال بیرون کردم. به اندازه 1 توپ از مواد گرفته کلوله میکنیم، بعد توسط انگشته ما آهسته آهسته فشار میتیم به این شکل. اگر شما دوست داشتین میتونین از سلایس های رومی هم استفاده کنین. در ایش به شکل سلایس رومی را فشار میتیم و بعدن داخل روغن به شکل میمانیم سرخ شود. البته روغن را در ابتدا گرم میکنیم، بعدن حرارت تای تابره کم میسازیم و میمانیم که با آرامی یک طرفش پخته شه، بعدن طرف دیگیشه دار میتیم. قسمی گفتم اگر طعم رومی را خوش داشتین میتونیم به شکل از رومی استفاده کنین و اگر نی به شکل سادیش هم میتونین سرخ کنین. من نصف شبه در روش رومی سلیس های رومی رو میمانم و باقیش هم تو ساده پخته میکنم. همچنان به خاطر طعم بیشترش از دانه های مرچ سرخ و دانه های گشنیز استفاده کردم. به شکل در تمام قسمت هایش دانه های گشنیز و دانه های مرچ سرخ میزنم. به می شکل دوستا وقتی که یک طرفش سرخ شد و راحتی طرف دیگیش دار میتیم و میمانیم تا طرف دیگیش هم سرخ شود. ببینید دوستا وقتی که دو طرفش سرخ شد از روغن بیرون میکنیم. باقیشه به این شکل ساده میخوایم سرخ کنم. از سلایس های رومی هیچ استفاده نمیکنم، فقط از دانه های
گشنیز و دانه های مرچ سرخ استفاده میکنم در روش. دیگه به این شکل ادامه میدیم تا تمام چلی کباب ما سرخ شود و مواد ما خلاص شود. دوستاییم تقریبا داخل کار رسیدیم، مواد ما خلاص شد. امی آخری چبلی کبابایی که سرخ کردیم از تاها بیرون میکنیم و در قسمت به خاطر تزیین قاب از برگای کاهو استفاده کردیم. چبلی کباب رویش میچینم. دیگه امیدوار هستم که از این رسپی بسیار ساده و آسان خوشتان آمده باشه. شما ماده آماده کنین. واقعا نمو مزه چبلی کبابای بیرون میده و قسم نرم خوشمزه. آماده کنین با فامیل عزیزتان نوش جان کنین بسیار وقت کم و لذت ببرین. و تشکر میکنم از این که همیشه با ما همراه هستین، ما را همکاری میکنین. به خاطر همراهی بیشتر لطفا ویدیو را با دوستانتان شریک بسازین. تا ویدیوهای بعدی همه شما را به خداوند یکتا می سپارم. شاد و خرم باشین.